بینندگان عزیز، قسمی که وعده کرده بودیم باز هم در شهر ویرجینیا در ساحه کینگستاون در سینمای کینگستاون هستیم. فیلم پانیپت نشر شد و اعتراض زیاد افغان آمده بودن فیلم پانیپت دیدن. ولی در مورد از اینکه چگونه یک فیلم بود، آیا جنبه تاریخی داشت یا نه و یا فقط جنبه تفریحی داشت، و همکاران ما نجیب جان احمدیار و باز هم داود جان صدیقی صحبت میکنیم. از نجیب جان شروع میکنیم. نجیب جان، فیلم دیدین، آیا جنبه تاریخی داشت یا نداشت؟ آیا تاریخ قسمی که در افغانستان بیان شده همون چیز بود یا فقط یک تفریح بود برای بینندگان؟ در واقع فیلم روایت از یک رویداد تاریخی بوده، اما چون فیلم هنری بوده در اینجا ریخت سینمایی و یا گفته هنرمندا دراماتایز شده بود کم ذره. ولی رویداد تاریخی قسمی که جنگ پانیپت سوم که در سال 1760 میلادی اتفاق میفته با موش ترتیب ترسیم شده بوده که جنگ میان امپراتوری عبدالی و امپراتوری مراتیا می باشه و بالاخره در نهایت محصول فیلم درست نتیجه از امور روایت تاریخی بود. ولی با جزئیاتش درست از نمی پردن اینجا سوژه هنری باشه. داود جان، خودم در بخش هنر دست کارم هستی، خصوصا بعد از اینکه در مورد تاریخ فیلم یا در مورد جنبه تاریخیش صحبت میکنیم، میخواست با نظر در مورد گرافیک فیلم هم از خود آنکه بخشش برحال یک فیلم تجارتی بود. مسئله که من میخوایم یادآوری بکنم ایست که طبق من باز هم سینمایی هست، کارگردان های سینمایی افغان ها را با چهره های خشن، با صحنه پردازی های رنگ های لباس که ببینین، بکگراند جایی که اینا می باشن، در کل برخوردشان بسیار خشن و زشت. خلاصه که دشمن کاراکتر منفی فیلم افغان ها بوده و در برعکس امپراتوری مراتا بسیار متمدن، مردم با فرهنگ، بسیار برخورد های خوب. و وقتی امید تصویر پردازی ها را میبینین، رنگ های لباس را میبینین که تغییر میخوره، شما میفهمین که کیها خوب کارگردان خواسته کیها را خوب جلوه بده، کیها را بد. یک چیز معمول است که ما در فیلم های هندی میبینیم در یک آخر. در کل نظر من ایست که بسیار به نفع امپراتوری برات ها امی قصه تاریخی پرداز داده شده بود بسیار زیاد. احمد شاه بابا را طور نشان داده بودند که یک مرد پیر، برعکس جانب مقابلش مرد جوان بسیار دلیر شجاع. برعکس احمد شاه درانی هیچ وقت داخل معرکه نشد، یگانه جنگایی که کرد افراد خود زد. اینی چیزایی بود که قصدن شما میفهمید که وقتی بخواین یک کاراکتر منفی معرفی کنین به این شکل اینی مسئله شد. یک چیزای کوچک ما متوجه شدیم. از لحاظ تاریخی من دو نقطه دیگر هم یاد میکنم. از لحاظ تاریخی این طرف امپراتوری درانی بود و طرف امپراتوری مراتا بود. در بین دهلی یک حکومت ضعیف وجود داشت بود که هر کس میخواست که اونجا نفوذ داشته باشه و شخص مورد علاقه خود اونجا نصب کنه. موصلی نشنالیزم ساختن یک هندوستان متحد، من فکر میکنم که یک مسئله است که اینا نو ایجادش کردن و آل در ذهنیت مردم میتن. این مسئله در تاریخ تا جایی که من مطالعه دارم یاد نشده که مراتا میخواستن یک هندوستان متحد بسازن. نه، اونا میخواستن امپراتوری مراتا را بیشکلان بکنن. این مسئله نشنالیزم یک مسئله بیخی اضافی و علاوه شده در این فیلم. اصلا به نظر خودت دایرکتر فیلم و اجرای فیلم تلاش کرده بودن تا به نحوه تماشاچیان جذب بکنن به این فیلم و نشان بدن که هندوستانی ها چی هیروهایی بودن، ولی برعکس افغان ها کسایی بودن که از همیشه از پشت حمله می کردن. قسمی که خودت گفتی که بچه های عبدالی همیشه در عقب قوای خود قرار داشت، قسمی که در فیلم نمایش داده شده و هیچ وقت داخل معرکه نمیشه، جنگ نمی کنه و حتی در آخر هم از مراتا معذرت میخواد که من معذرت میخوام از اینکه اومدم در وطنش. من یک سکرم اضافه میکنم که سینمای هندوستان یا به اصطلاح بالیوود یک منبع برای تاریخ نیست، یک فیلم تجارتی بود. ما هم نباید بسیار جدی بگیریمش نظر من. بس یک فیلم سرگرم کننده تجارتی بود.
خواسته بود که یک بخش از تاریخ به تصویر بکشه و هم مطلق پرداشته شده و از بلد. یک جانب خاص دیده شده. یک رویداد تاریخی رو در قالب یک رشته هنری پیشکش کرده بودن و قسمی جون هم گفته که حتی در اون زمان هم احمدشاه عبدالی کسی بود دمی جغرافیا در هند، افغانستان و زمان سرزمین ها در کل حکومت های کوچک و ملک الطوایفی بود. قسمی که در اینجا هم دیده میشد دهلی در پیش مغلا می باشه و پونه در پیش مراتیا می باشه و بالاخره قندهار امپراتوری احمدشاه عبدالی است. هند هم این ساختار داشته، حکومت های کوچک ملک الطوایفی بودن در زیر یک چتر بود و بالاخره فلم هنری بود. رخت هنری داشته بلاخره که روایت واقعی تاریخی نبود، بلاخره یک چیز پرداسته شده یا دراماتایز شده از تاریخ که بس برای سرگرمی ساخته شده بود. ولی واقعیت یا محصول نهایی از این جنگ مسخ نشده بود. دوستان عزیز، صحبت های همکارای ما را شنیدین. البته باز هم قسمی که در پیش از اینکه از فیلم نشر شود قسمی که گفته شده بود که یک فیلم تفریحی است و فقط یک چند لحظه باید کسایی که میان فیلم را تماشا میکنن و به نوعی برشان باعث تفریحشان شود و با اون سر و صداها و جنجال هایی که در رسانه های اجتماعی ایجاد کرده بود و گزارش های برش رسیده بود به او حد این فیلم قسمی که شنید نظرات همکاران ما را به او حد نبود. باز هم از اینکه ما را همراهی کردین شما تشکری میکنیم. تا برنامه بعدی خدا نگهدار.